13 دسامبر 2015 قتل عام گروهی از مسلمانان در شمال غرب نیجریه توسط ارتش این کشور به تیتر اول بسیاری از خبرگزاری‌ها تبدیل شد. آمارهای مختلف تلفات این حادثه را بعضاً تا 2000 نفر نشان می‌داد. نکته جالب این اخبار جایی بود که بسیاری این گروه ناشناخته را حامی ایران و تشیع معرفی می‌کردند. اما سوال آن بود که چرا باید دولت سکولار نیجریه با وجود گروه‌های مسلحی مثل گروه تکفیری بوکو حرام جماعتی غیر نظامی را آن هم در یک حسینیه قتل عام کرده و رهبر آن را بدون هیچ جرمی دستگیر کند؟ ماجرا به 30-40 سال قبل باز می‌گشت. دهه 70 میلادی. دانشگاه احمد و بلو بزرگترین دانشگاه نیجریه. استادی برای تشریح قدرت اجتماعی و محبوبیت مردمی یک ایرانی را مثال می‌زند. آیت الله خمینی. همین اسم نقطه آغاز شکل‌گیری بزرگترین جریان شیعی و البته حامی ایران را در پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا رقم می‌زند، جایی که تا قبل از آن تقریباً هیچ شیعه‌ای وجود نداشت. ابراهیم ابن یعقوب زکزاکی. پیروزی انقلاب اسلامی این دانشجوی مالکی مذهب و علاقمند به سیاست را راهی ایران می‌کند. نقطه عطف این سفر دیدار با رهبر انقلاب ایران بود. با بازگشت از ایران شروع به تبلیغ مکتب اهل بیت کرده و اسلام انقلابی را به عنوان اسلام راستین معرفی کرد. The entire world needs only one Khomeini and it has won. فعالیت‌های تبلیغی بیش از 7 سال حبس و زندان را توسط حکومت اسلام ستیز نیجریه برای او در پی آورد. با وجود آنکه او هرگز به فعالیت‌های نظامی و خشن متوسل نشده بود، اما رشد سریع شیعیان در گذر سالها نگرانی استکبار را بیشتر و بیشتر کرد. بسیاری نقطه قوت این شیخ مصلح و همراهانش را اخلاق نیک و فعالیت مخلصانه او با همه مردم بدون توجه به دین و مذهب می دانند که توانسته چنین اقبالی را برای تشیع ایجاد کند. برخی از مخالفین شیخ در نیجریه معتقدند که هر کس با او ارتباط داشته باشد و در هیئت او شرکت کند بعید است که بتواند عقاید سابقش را حفظ کند. نماز جمعه 3 میلیونی، راهپیمایی 4 میلیونی روز قدس، عزاداری 6 میلیونی عاشورا، پیاده روی 10 میلیونی اربعین و بزرگترین تجمع شیعیان پس از اربعین کربلا، برگزاری دورهای آموزشی، تأسیس مدارس علمیه و مؤسسات مختلفی مانند مؤسسه خیریه الزهرا برای رسیدگی به نیازمندان، مؤسسات پزشکی مانند الصحه، همه و همه اقداماتی است که توسط جنبش اسلامی نیجریه به رهبری شیخ زکزاکی صورت گرفته است. مهمتر از همه ارادت شیعیان نیجریه به انقلاب اسلامی ایران و رهبران آن بود که زنگ خطر شکلگیری حزب الله دیگری را این بار در آفریقا برای غرب و استکبار به صدا درآورد. برای همین آنها به فکر حذف نصرالله نیجریه افتادند. آمارهای مختلف سهم شیعیان از جمعیت 192 میلیونی نیجریه 10 میلیون و بعضاً حتی تا 25 میلیون را نشان می‌دهند. توجه به مهدویت و معقوله انتظار، بیدارگری بدون توسل به راهکارهای خشن و تعامل سازنده با سایر ادیان و مذاهب از دیگر شاخصهای اسلام انقلابی است که شیخ زکزاکی با الگوگیری از انقلاب اسلامی به آنها توجه داشت. خاطره شیرین حکومت اسلامی سکوتو در 200 سال قبل به این شیعیان برای اجرای احکام اجتماعی و سیاسی اسلام انگیزه بیشتری می بخشد. رهبر جنبش اسلامی نیجریه تا به امروز این گروه را از دام انحراف و نقشه های غرب و افراط و تفریط مسون نگه داشته است. ارتش نیجریه با حمایت مالی و تبلیغاتی عربستان و رژیم صهیونیستی پس از چند مرحله یورش و کشتار در آخرین اقدام ضمن دستگیری رهبران این گروه حسینیه بقیت الله شهر زاریا را که مرکز فعالیت شیعیان بود ویران کرد.
سکوت سازمان‌های بین‌المللی هم عملاً راه را برای چنین اقداماتی هموار کرد و بار دیگر نفوذ قدرت‌هایی مثل آمریکا را در این سازمان‌ها نشان داد. در پی حملات متعدد ارتش به شیعیان نیجریه، 6 فرزند شیخ به شهادت رسیدند، اما او هیچگاه از موضع خود کوتاه نیامد. تجربه تمامی جنبش‌های مردمی جهان نشان می‌دهد که شاید سرکوب این جنبش‌ها در کوتاه مدت رشد آنها را کند نماید، اما هیچگاه نمی‌تواند آنها را نابود کند. شیعیان تربیت شده زکزاکی در دل این سال‌ها با شدت و قوت بیشتری آرمان‌های انقلابی او را دنبال خواهند کرد.